در همین جهاد افغانستان، زمانی که افغانها برادران افغانمون و خواهرامون واقعا به خاطر خدا می جنگیدن، اون اوائلی که ارتش سرخ شوروی 250 هزار کماندو رو کمونیست و فرستاد تو افغانستان که برادرها و خواهرای ما رو قلع و کم بکنن، اون موقع اگر داست پیدا می کردن یا تبر یا عصا پرت می کردن به طرف اونها به هدف می خورد، چون همه صادق بودن. اما وقتی برادران و خواهران افغان ما رو پست و مقام و مال و قدرت به 100 تا گروه شدن و بر علیه همدیگه جنگیدن، خدا اونها رو ولشون کرد. شیخ عبدالله عزام فلسطینی سالهای سال در افغانستان بود، در پیشاور پاکستان شهیدش کردن. کتابی نوشته درباره جهاد افغان، کرامات مجاهدین و نصرت‌های خداوند در جهاد افغان. میگو بعضی موقع قافله مجاهدین میرفتن برای جنگیدن با روس‌ها، قافله بعد از مدتی ناپدید میشد، کسی بر نمیگشت، اخبار منقطع میشد. بعد از یک ماه دو ماه میگفت قافله مجاهدین دیگری رو میفرستادن تو یک مسیری، یک دفعه بوی گلاب، بوی عطر، بوی مشک به مشام مجاهدین میرسید. دنبال این بو میرفتن تو صحرا، یک دفعه میرسیدن که یک شهیدی اونجا جسدش چهل روی خاک افتاده. این بو از اون داره تولید میشه، سبحان الله. پرندگان به کمک افغان ها آمدن. خود روس ها میگن که میدیدیم که این افغان ها با سنگ اگه پر میکردن چه به هدف میخورد. شوخی نیست، 250 هزار کماندوی روسی بیرحم، خونخوار، کمونیست، اعتقادی به هیچی نداره، آمده برای قتل عام و کشتار. وقتی که شکست خوردن میخواستن عقب نشینی بکنن، دوستان افغانیمون تعریف میکردن که پیرمردا و پیرزنها کنار جاده نشسته بودن، جنرال های روسی با دو تا دست به اونها سلام میدادن و روشون نمیشد تو صورتشون نگاه بکنن، همینجور سیخ نگاه میکنن، جلوشون نگاه میکردن، سلام میدادن که این ارتشی که دومین ارتش دنیا اینطوری شکست خوردن. اونجا پیروز شدن چون که با خدا بودن، توکلشون به خدا بود. ولی امروز که بر پست و مقام دارن می جنگن، بر مال به 100 تا گروه شدن، نیتشون عوض شده. برادر افغان بم میبنده به کمرش، میره توی یک محل تجمع عمومی مردم، خودشو منفجر میکنه. افغانی خودشو منفجر میکنه، 90 تا کشته میده، 400 تا زخمی میده تو ماه مبارک رمضان.